من شیرمهر امیرکیا هستم، از سال 2000 مقیم سیاتلم. در انقلاب ایران، در شروع انقلاب در تهران بودم و ما 5 تا خواهر برادر بودیم که 3 تاشون از ایران خارج شده بودن، کوچیکترا. من و خواهر بزرگترم ایران بودیم و متاسفانه مادر من چون زودتر فوت کردن، شیدروخ جون خواهر بزرگ من، برای من و بقیه خواهر برادر و بچه هامون حالت مادری داشتن، یعنی مشاور و تصمیم گیرنده و راهنما و دریای عشق و محبت بودن. و بعد یک گروه 7 نفری با اسلحه اومدن تو خونه من. چه سالی؟ فکر میکنم 79 اگر اشتباه نکنم. 59. اومدن با اسلحه، چون من توی خونم یک بوتیکی داشتم چسب خونه که جواهر فروشی میکردم. سنگای رنگی از دنیا میبردم و طرح میدادم و میساختم و میفروختم. اینا به عشق اونا اومده بودن. خونه؟ یوسف آباد. با اسلحه اومدن و خیلی هم همه جوان بودن. اون که جس دستش بود از همه اینا جوان‌تر بود. بچه های من تو استخر بودن. اومدم بیرون، من گفتم زود لباس بپوشین. و شروع کردم جلوی اینا تعارف کردن که بفرمایید یه چیزی بخورین. گفتن نه، ماه رمضان و ما روزه ایم. گفتم پس اجازه بدیم من برم تو اتاق یه چیز برای خودم دوامو بردارم. رفتم تو اتاق به بچه ها گفتم فوری لباس بپوشین، من 3 تا دختر دارم. و از تو اتاق خواب یه بسته جواهری که تو خونه بود من برداشتم، بدون اینکه بشناسم کیه، فقط میدونستم این همسایه ما مورد خشم این دولته. نمیدونم یکی فامیلشون چه کاری کرده بود که من این بسته رو انداختم تو اون خونه. همین اومدم گفتم بفرمایید بگردید. به همه خونه رو گشتن، یک کتابخونه فوق العاده مفصل از کتابای بهائی داشتم. اینا همه رو جعبه کردن و بردن، گفتن سراغت میاییم. خیلی گشتن. یه گاو صندوق بزرگ تو دفترم بود. وقتی که اونو دیدن تلفن کردن به کمیته که بیاین، پیدا کردیم. همه اومدن گفتن در رو باز کن، در صندوق باز کن، بودن خالیه. و شروع کردن به هم فوشای خیلی بد دادن. به هم دیگه دعواشون شد. و گفتم ما بر میگردیم. گفتم خب. بعد از اون دیگه بچه ها رفتن ایتالیا و بچه هم شوهرم جوار رو همسایی بست دادیدون؟ بله، بله. شوهرم هم رفتن ایتالیا، همین خواهرم هی گفتن که خب اینم بره. گفتن نه، با زنا کاری ندارن. حالا ما ها بریم تا ببینیم که چی میشه، آخه باید یه پولی باشه که زندگی بکنیم. من موندم و هی حلقه تنگتر و تنگتر شد تا وقتی متاسفانه پدرم فوت کردن و من و خواهرم هر روز همدم هم بودیم دیگه، یا اون پلو من بود یا من پلو اون بودم. و اون خیلی فشار رو برد که برو پلو شوهرت و بچه هات. وقتی من از ایران خارج شدم، یک ماه بعدش در ایتالیا که بودم گفتن که خواهرتو دستگیر کردن. و همون موقعی بود که من با شوهرم بچه ها قرار بود که بریم به کانادا، چون من از قبل از این اتفاقات درخواست لندن ایمیگرند کانادا رو کرده بودم. و از اونجا اولی منزلگاه ما لس آنجلس بود که فامیل رو ببینیم و بریم. وقتی رسیدیم اونجا به من خبر دادن که خواهرم رو کشتن. یاد این شعر افتادم که یک قصه نیست بیش، یک قصه نیست غم عشق و این عجب، از هر کسی که میشنوم نامکرر است. داستان عشق به نظر من. اونها فکر میکنن که میکشن، ولی طبق آماری که من اخیراً خوندم، جمعیت بهائی در سراسر دنیا چندین برابر شده. باور کردنی نیست. پخش شده.
یعنی اینا با کارشون متاسفانه برای خودشون مشکل درست کردن، اگه نه مثل این که در قفس رو باز کردن، مرغا پرواز کردن. اونایی که کشتن که روحشون داره کمک میکنه، همشون هم به جاهای خوب رسیدن. اونایی هم که هستن اکثرا در بهترین نقاط دنیا دارن زندگی میکنن و بچه هاشون هم همه دارن تحصیلات عالی میکنن. اگر آمار رو ببینن، ببینن که بچه باهایی در همه تخصص ها در دنیا چقدر موفقه. من برای بچه های خودم و نواهای خودم واقعا افتخار میکنم که همه دانشگاه خون رفتن. نواهام دوتاشون دانشگاه تمام کردن، یکیشون مختره، اون یکی ها دارن دانشگاه میرن و آینده خوبی میبینم و میدونم که تمام گوشت و پوست و جزء به جزء بدن من و بچه هام و خانوادم عاشق ایرانن، هر کاری که بکنن. و بالاخره ما به ایران بر میگردیم. ممکنه من عمرم وفا نکنه، ولی بچه هام، نوه هام، چون این عشق هست و مطمئنیم که ایران سرزمین خوبی میشه در دنیا، قبله عالم میشه. ولی امیدوارم که هر چه زودتر. میخواستم بپرسم تا چقدر در جریان دستگیری خواهرتون بودید؟ چون شما بیشتر از همه اونجا پرویشون مونده بودید. بله، وقتی که من اومدم به من خبر دادن که گرفتن و بعد گفتن اجازه ملاقات نداره. و بعد اتهام چی بود؟ میزبان محفل تهران بودن و محفل ملی. وقتی که من ایران بودم، چون من خونم همه نرده داشت، بار داشت و خیلی امن بود، یه وقت خونه من جلسه میگرفتن، یه وقت خونه اون. اگر خونه اون بود منم میرفتم با هم یه شامی درست میکردیم، اگه خونه من بود اون میمد، با هم بودیم. وقتی من اومدم اون جلسه رو گرفته بود تو خونش که با یه تصادفی در باز میشه و تیراندازی میکنن به در خونه و اینا رو میگیرن. وقتی تو زندان بوده بهش میگن که یعنی این چه همون 60 بود یا 61؟ 79 اینجا، 1979. یعنی همون سال انقلاب. بله بله. بعد میبرن زندان و محفل اول. بله. یا محفل دوم. محفل دوم به نظرم. میبرن زندان و خیلی بی احترامی و جسارت میکنن به اینا. شنیدم که وقتی که میرفتن، خواهر من یه شال پشمی داشته، خیلی سرد بوده هوا زمستون، نمیذارن همه با کفش دمپای و لباس معمولی که بوده این شالشو برمیداره و میره تو زندان. میبینه یه خانم باهایی پیری هست که داره میلرزه، این شالشو میده به اون. و بعد که شوهرش هم زندان بوده، شوهرش رو تهدید میکنن که چون خیلی غیرتی بوده که اگر که دینایی نکنی، اگر از دین بر نگردی و نیا بگی من مسلمونم، جلوی چشمه دستپاتو میبندیم و آنچه که نباید با زنت. و این بیچاره از وحشت این جسارت و بیادبی و خیانت میگه خیلی خوب، میاد میگه من باهایی نیستم، میاد بیرون. و وقتی میره دیدن شیدروخ، میبینه که شیدروخ دیگه حرف نمیتونه بزنه، ریه هاش چرک کرده و میخواد وقتی حرف بزنه که صدا در نمیمده. و بعد رو برمیگردونه میگه من دیگه نمیخوام که زن تو باشم وقتی باهایی نیستی. اون هرچی که گریه زاری میکنه که به خاطر تو، میگه نه. و وقتی که اینو فرستادنش به امریکا، من دیدم یه آدمی بود، قبلا یه آدم خیلی رشید و قوی و سالمی بود، یک آدم مبهوت بیچاره شده بود که نمیتونست حرف بزنه، فراموشی گرفته بود، حتی بچه ها باید مواظب بودن لباسش رو درست بکنن، خیلی وضع بد و غم انگیزی. من خیلی برای این آدم متاسفم، چون ذاتاً آدم خوبی بود و این شکنجه ها اینو خوردش کرد تا فوت کرد. و بعد خواهرم وقتی در زندان بود، شنیدم که به همه دلداری میداد. یکیشون بوده که بچه کوچیک داشته، یکی بوده که نمیدونم
تازه ازدواج کرده، این میشسته برای شما مناجات میخونده، نه که باهایی ها، بقیه رو. و برای اینکه اینا رو خوشحال بکنه بهشون گلاب بافی و سبد بافی و تور دوزی و اینا رو یاد میداده که اینا رو میفروختن توی همون زندان که یک چیزای ضروریشون رو بتونن تهیه کنن، مثل صابون. خواهرتون چند سالش بود اون موقع؟ 46. بله. و متاسفانه یا خوشبختانه، باید بگم خوشبختانه برای اینکه ما همه میریم، خوش به حالش که دست پر رفته، روز سفید رفته. اگه نه هیچ قراردادی نیست که آدم 20 ساله بمیره یا 50 ساله یا 100 ساله. بله، کشتنش رو روحش پرواز کرد و میدونم در ملأ اعلاست، میدونم که برای بچه هاش الان اونجا مثل یک فرشته بالش بازه و کمک میکنه و بچه هاش الحمدلله خوب و خوشن. و هیچ موقع برگشتی شما رو؟ نه خیر، برای اینکه منتظرن. چند ساله از ایران دارید میدیسی؟ من همون آخر 80. یعنی 35 سال میشه شما؟ بله، اومدم بیرون. بله، اول اروپا بودم و بعد رفتیم کانادا، چون من تقاضا کرده بودم بعد من بودم که بچه ها و شوهرم و اموالتون مصادره کردن؟ اموال همه رو مصادره کردن، همه رو. ولی عجیب غریب خدا به ما داد دوباره. یعنی من هنوز جوان بودم و کار کردم، مغازه داشتم و یه مقدار جواهر فروشی کردم، یه مقدار قالی فروشی کردم، یه مقدار بدم رکبس کردم. محتاج کسی نیستم، خوبم، خوشم، از خدا و حضرت بهاءالله ممنونم. بچه هم تونستن دانشگاه برن، درس بخونن. سه سال کوچکتر، حساب کنید. من حالا 76 سالمه. بله، ولی خوشحالم. حضرت بهاءالله میفرمایند دین اگر سبب اختلاف بشه بیدینی بهتره. فکر میکنم که ما همه کوششمون برای اینه که صلح رو در دنیا برقرار کنیم، محبت رو در دنیا برقرار کنیم، انسان عزت داشته باشه. اگر نتونیم بکنیم، همون بیدین باشیم، دور از جون همه مثل حیوان زندگی کنیم بهتر. این کشتار شرم‌آوره. هیچ موقع فکر کرده پیش خودتون موقع که کاش مونده بودید برای خواهرتون؟ خیلی دلم میخواست. بله، همون موقع بله میگفتم اگه باشم اقلا میرم دیدارش، یه ژاکت براش میبرم، یه غذا براش میبرم، یه حالش رو میپرسم. بله، خیلی متاسف شدم. بله، دوستانم خیلی کمک کردن. خیلی وقتا توی خونه یادم میفته میگم وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. سعی میکنیم که اینجور باشیم.